همه حرفم این بود که مردم به پرچمتون احترام بگذارید، حفظش کنید، هویت ملیتون رو که این آقا به نام هویت آریایی ازش نام میبره و من به عنوان هویت ملی و تفاوت بین این دوتا، بهش احترام بگذارید و حفظش کنید. روزنامه ایتالیایی لیبرال در شهر روم مقاله تحلیلی در مورد شرایط سیاسی و فرهنگی ایران منتشر کرده است. در این مقاله گفته می شود هویت ایرانی در کشور روز به روز نیرومندتر می شود و بر هویت اسلامی سایه می افکند. ممنونم. من همون گوشه پوشه ها یک عرضم به حضورتون سهمی داشتم. اما خانم ها آقایان، اونایی که از نزدیک آمدید، خشایار وکیلی، ارجمند، زندگی من رو هم دیدید، بالا، پایین، وسط، همه جاش، اگر علیرضا پهلوی خودکشی کرد، من شهامتش رو ندارم. یادم یه روزی تو دبیرستان آیین دانش یک مدیری داشتیم به نام آقای امام جمعه، آخون نبود و فامیلش امام جمعه بود. نمیدونم چی شد که این یک حرفی راجع به بابای من زده بود. من مال بچه کلاس هفتم هشتم، چنان رفتم توی دفتر این آدم و از روی میز جلوی مبل این رفتم رو میزش وایستادم و این یقه کرواتش رو گرفتم که خب بچگی بود و نادانی دیگه. ولی امروز هرچی فکر میکنم میبینم من حق ندارم. اونجایی که دیگه کار به حریم مادر و پدر میرسه، در این لجنزار و در این فضای متعفن که تعفن جای هنر رو میگیره حضور داشته باشم. خانم آقایان، من امروز برای مدتی، نمیدونم، یک روز، یک هفته، یک ماه، شش ماه، یک سال، با شما و با این دوربین خداحافظی میکنم. فکر نمی کردم که آنچه میکنم منجر به این بشود که شأن و مقام مادر من در حدی که در این فیلم میبینید به بازی گرفته باشه. اما این رو میفهمم که به توهین به مقام مادر و از جمله مادر من و توهین به جامعه ایرانی در خارج از کشور و در کنار هم قرار دادن رسانه‌هایی که از جان و دل آنچه که در توان داشتند در طبق اخلاص گذاشتند، در کنار رسانه‌هایی که شما ساختید و سعی کردید با ابتذال اونها دیگران رو هم مبتذل نشون بدید و با این فیلمی که الان پخش میشه نشون دادید که سناریست اون شما هستید، از من نخواهید که در این فضای متعفن تنفس کنم. من شهامت و شجاعت علیرضا پهلوی رو ستایش میکنم. خودم این جرأت رو ندارم، شاید چون فرزند دارم و شاید چون علیرضا پهلوی فرزندی نداره. اما آخرین حرفام رو میزنم و از مقابل این دوربین خداحافظی میکنم. میدونم که گروه کثیری از شما
در طی این سالها با کمکاتون، با محبتتون این ساختمان رو سرپا نگه داشتید. من همچنان برای حفظ این بنا کوشش میکنم، نه مقابل دوربین، نه با به قیمت توهین به مادر و پدرم که پرنسی به منه، نه این رو دیگه تحمل نمیکنم، نه به خاطر شما، نه به خاطر ایران، نه به خاطر هیچ چیز دیگری. به شما دروغ نگفتم، بعد از اینم دروغ نمیگم. من حتی به خاطر وطنم توهینی به پدر و مادرم رو تحمل نمیکنم، چون اونها بودند که به من درس وطن دوستی آموختند. میدونم که چقدر دل پدرم میخواست لااقل صدای من رو از طریق این تلویزیونی که امروز به ایران رفته بشنوه، ولی یه چیزهایی توی زندگی هست که ارزششون شمردنی نیست، اندازه گرفتنی نیست. قول نمیدم به مخالفین که این غیبت دائمی باشه، همیشگی باشه. با حقیقتش اونقدر از حادثه‌ای که پیش آمده سرگیجه دارم که به سختی میتونم تمرکز داشته باشم. به همین دلیل نمیدونم با عدم حضور من، یعنی همون چیزی که آقایون میخواستند، این تلویزیون کماکان سرپا میمونه یا خیر. امیدوارم که بمونه. امیدوارم شخصیت‌های برجسته مانند ناصر شاهین‌پر، علیرضا نوری‌زاده، محسن سازگارا، فریدون توفیقی، عباس پهلوان، پرویز ناظریان، داریوش باقری، همه این دوستان و عزیزانی که من کماکان در خدمتشون خواهم بود و کماکان برای پرقدرت تر شدن این صدا تلاش خواهم کرد. اما به من اجازه بدید که اگر قیمتی رو تعیین بکنیم، من اون قیمتی رو که به ذهنم میرسیده و توانش رو داشتم و عقلم میرسیده تا کنون پرداختم. فکر نمی کنم بیش از این بدهکار کسی باشم. بعد از خوندن این شعر و پخش سرود ایران، سرود ایرانی که هنرمندان داخل ایران درست کردند و در حقیقت پیام خودشون رو به این وسیله بیان کردند، این فیلم رو به طور کامل براتون پخش میکنم. امیدوارم آقای مهران مدیری با فروش سری جدید قهوه تلخ روزگار خوشی داشته باشند، ولی بدونن من همواره به مادر ایشون و پدرشون احترام میگذارم. من از بطن پرمهر تو زادم، به مهر تو جانباز آزادم. کشندم سر دار اگر مفسدان، نگیرندم اسم تو را از زبان. فلک زن زمانی که آمد پدید، خدا چون تو میهن به دنیا ندید. هر آن کو به قصد تو چنگ افکند، به قصد خدا آزار و ننگ افکند. که خورشید و شیران تو را یاورند، به فرمان تو دشمنان بردرند. با آزادیت بی امان تن به تن، زخون آب یاری کنیم این وطن. به هستی قسم، به هستی قسم خوردم ای جاودان، که جز خاک پاکت نگیرم نشان. من عشق وطن را چونان بنده ام، که همواره زین عشق تا زنده ام. بخوانم که جان بی تو در تن مباد، چو ایران نباشد تن من مباد.